توی این ویدیو میخوایم درباره پارتنر مهاجرت صحبت بکنیم که خیلی‌ها درگیرشن و واسه خیلی‌ها سواله، خیلی‌هام یه سری حرکت‌هایی میزنن که واقعا ناخوشاینده. در مورد اینا میخوام صحبت کنیم، پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. همراه خانم راحیل هستیم و میخواییم در مورد پارتنر مهاجرتی هم توی ترکیه هم توی آلمان هم کشورهای دیگه که چشممون خورده به گوشمون رسیده در مورد اونو صحبت بکنیم که چه چیزهای این وسط هست، چه سبکهایی هستش که ازتون سوء استفاده میشه، چیزهایی که دیدیم و شنیدیم و لمس کردیم و سعی میکنیم صحبت کنیم بهتون اطلاع رسه کنیم. خانم راحیل دوستان یه بار دیگه منم سلام میکنم. من توی یه ویدیوی دیگه باز همین افتخار داشتم که مهمون ویدیوهای آقای شایان باشم. این بارم قرار با هم دیگه با یه موضوع جدید به شما کمک کنیم که یه مهاجرت راحت تر رو داشته باشید. خب خانم راحیل، من بیشترین چیزی که دارم میبینم، اول تو بخش تور لیدرها برم بگم، چون اولین سبکی که مردم میان اینجا تفریحی و توریه و تور لیدرها خب بالاخره سرزبون دارن دیگه. حالا همه‌شون رو نمیگم، حالا همه‌شون آدم بدی نیستن، من خودم هم طول دیری کردم، یعنی اونجوری چیز نیست، ولی میام با زبون بازی و اینجور چیزا که آره بیا من واسط اقامت تو اوکی میکنم، بیا اینجا همه چی اوکی، مخصوصا طرف اگه پول داشته باشه دیگه تموم، قشنگ یه جوری حوار میشن سر طرف. من این سبکو خیلی دیدم توی ترکیه، مثلا واسه بقای خودشون از احساسات دخترها یا پسرها هم همینجوری ازشون استفاده میشه. اینجا دخترها می استفاده میکنن، این طرف اقامت اینجا رو داره، میگه خب من بیام فلان کنم، نمیدونه اقامت اینجا مثل مثلا آمریکا و کشور دیگه نیستش که از اقامت من تام اقامت بگیری، مثلا اینجوری نیست. بعد چند تا چیز دیگه هم هست، حالا یواشاش صحبت بکنیم در مورد اینا که من گفتم، نظرمو گفتم، شما هم میخواید بگید، بعد حالا بحث ادامه میدیم. دقیقا به نظر من موضوع خیلی خوبی رو قراره امروز در موردش صحبت کنیم، چون خیلی این روزا فکر میکنم بیشترم شده، حالا یا من دارم بیشتر میبینم از قبلم وجود داشته یا واقعا بیشتر شده. این نکته که در مورد مهاجرت وجود داره توی همه قسمت ها و زمینه ها اینه که شما خودتون اطلاعاتتون رو بالا ببرید و از منابع اطلاعات بگیرید که منابع موثق باشن. اینکه پسر خاله دوستم گفته، دختر دایی یه نفر دیگه گفته، اینا منبع خاصی نیست، منم میتونم هر حرف رو بزنم و با 100 تا دلیل به شما اثبات کنم که این حرفای من درسته، ولی شما باید از من یه منبع موثق بخواید که مثلا سفارت این حرف رو زده، اینا هم توی سایتش اینجا نوشته و من به این دلیل دارم این حرف رو میزنم. حالا در مورد این مورد خاص که باید حساسیت خیلی خیلی بیشتری داشته باشید و اطلاعاتتون در مورد اون کشوری که دارید میرید، یعنی به حدی زیاد کنید که کسی نتونه از این راه از شما سوء استفاده کنه. حالا بحث چیزش هست، اطلاعاتش هست، ببین بحث احساساتش هم هست آخه. حتی بعضی دلشون میخواد، یعنی من اینو دو طرفم بگم، واقعا دخترهای پسرهای دیدم آره خودشون دوست دارن که همچین آدمی بیاد سرشون کلاه بذاره و میدونه خودش دوست داره، مثلا تنوع هم شده بیاد مثلا یه رابطه اینجوری برقرار کنه با یه شخصی که مثلا چند روز اینجاست، بعد مثلا بیاد دو ماه بمونه اینجا کل پولش رو باید بده، میگه ولش کن اشغال کردم، اینم هست. ولی خب من اون قشری رو دارم مد نظر قرار میدم که واقعا احساساتی هم و واقعا دوست دارن به یه نتیجه برسن توی رابطه، مثلا یا به ازدواج برسن، یا مثلا ازدواج هم بذاریم کنار، اصلا چیزی به نام ازدواج وجود نداره، اصلا اینو بذاریم کنار، میخواد با اون شخص طولانی مدت مثلا 2 سال 3 سال 5 سال تو رابطه باشه. و اینکه تو این رابطه هم خب رابطه فقط یه سری مسائل چیز مثبت 18 نیستش که، طرف دوست داره رشد فردی داشته باشه، مثلا اگه اینجاست با کمک اون فرد و تکیه به اون فرد بتونه مثلا بره نقطه B اضافه شه، دقیقاً به چیز یه چیز به خودش اضافه کنه، مثلا زبانش رو تقویت کنه، کلاسش رو بره، یا مثلا دو تا چیز بخره. خب نه اینکه مثلا پولا رو بگیره از اون، یه غلطه، مثلا سبک آلمانو خیلی قبول دارم، واقعا 50-50 زندگی، هم دختر هم پسر دارن کمک میکنن به هم دیگه واسه رشدشون، واسه یه زندگی خرج میکنن، ولی دو تایی دارن هزینه میکنن، به کسی هم فشار نمیاد، به هم دیگه کمک میکنن، اینجوری خیلی خوبه. ولی تو سبک ایرانی و ترک ها هم اینجوری هم تقریبا خاورمیانه فکر میکنم اصلا این موضوع خیلی آره. دیده میشه، همه بار و همه فشار رو دوش پسره،
دختر نمیخواد هیچ کمکی بکنه، خانواده دختر نمیخواد هیچ کمکی بکنه، چه تو ازدواج، حالا توی مسائل دیگه، دوستی، نامزدی، همه اینا هست. حالا معیار به نظرتون واسه انتخاب مثلا یه پارتنر مناسب واسه مهاجرت چیه؟ قبل از اون من فکر میکنم اول ببینیم مثلا داشتن پارتنر تو مهاجرت میتونه کمک کنه یا نمیتونه کمک خیلی نکته کنه. من فکر میکنم اگر شما یه پارتنر داشته باشید که روش شناخت کافی داشته باشید و بخواید دوتایی با هم دیگه مهاجرت کنید، یه سری مزیت‌ها داره، یه سری معایب داره. از مزیت‌هاش اینه، خب توی پروسه مهاجرت تنها نیستید، همه کاری که می‌خواید انجام بدین بالاخره بین شما شیر میشه، یه قسمتی رو اون میتونه انجام بده، یه سری کارا رو شما میتونید انجام بدید و کارای خورده سرعتش بالاتر میره توی انجام دادن، ولی در کنارش با توجه به مقصدی که انتخاب کردید ممکنه مشکلاتی هم داشته باشید، اینکه روش گرفتن اقامتتون، اقامت دائمتون به چه صورت باشه و این مشکلات هم میتونه داشته باشه. ولی در حالت کلی من فکر میکنم داشتن یک پارتنر توی پروسه مهاجرت میتونه کمک کننده باشه. حالا اگر شخصی تصمیمش اینه که توی اون کشور مقصد، حالا هر جایی که هست، ترکیه هست، آلمان هست، آمریکا هست، با یه نفر آشنا بشه و قرار با هم دیگه توی اون کشور، یعنی زندگی جدید دوتایشون رو شروع کنن، توی این زمینه من میتونم بگم که باید خیلی دقت کنن که اون فرد رو چطوری قرار بشناسن. آیا این فرد رو یه نفر معرفی کرده؟ شناختشون از اون فرد چقدره؟ و من فکر میکنم واقعا هر کس خودش میتونه متوجه بشه کجا داره ازش سوء استفاده میشه و همون چیزی که گفتید درسته، اینکه یه نفر میخواد ادامه بده تصمیم شخصی خودشه، یعنی نه هیچ کس میتونه بهش کمک کنه که این راهو نره، فقط میتونیم در حد دادن اطلاعات به افراد کمک کنیم و این تصمیم نهایی با خودشه که بخواد توی این مسیر باشه و ازش این سوء استفاده اتفاق بیفته یا نه. این قضیه که گفتید واقعا پارتنر نیازه یا نه، از نظر شخصی خود من واقعا نیازه، چون من خودم تجربه کم دیگه، من تنها اومدم اینجا، همه کارم دست خودم بود، یادن خودم بود، یعنی از گرفتن کارت کیمیلیک یا تا کل مواردی که داشتم همش خودم دویدم. خب اگه یکی بود یه بخشی از زندگی دستش میگرفت، صد دسته من این رو خیلی راحت تر میرفتم. مثلا من درگیریم فقط کار بود، کار رو انجام بدم بیام خونه، مثلا یه روز اداره مهاجرت بلندشم برم، ولی اینجا من درگیری اجاره خونه و اساس کشی، حتی یه من چند وقت پیش درگیرش بودم، الان هنوزم درگیرشم، یه کارت بانکی به در دم خونه من ارسال شده، یعنی من چون تو خونه نیستم کارت نتونستم بگیرم، الان باید بلندشم یه روز مرخصی بگیرم مثلا برم خود شعبه بانک اونجا بگیرم. این داستان رو داریم واسه کارت اقامت هم همینطوره. کارت اقامت نمیدادن، باید میرفتم اداره پست میگرفتم، از پتت میگرفتم. من متاسفانه خودم یعنی نمیرسیدم غذا بپزم، فلان کنم، خیلی از غذا رو از بیرون گرفتم و غذای ساده یاد گرفتم، حتی آشپزی خوب شده، اینم بگم آشپزی خوب شد، تنوع غذایی میذارم بیشترش خودم تونستم درست بکنم. قبلا فقط یه نیمرو درست میکردم تمام شد رفت، یه املت میذاشتم کل هنر میکردم املت، یا تهش ماکرونی که دیگه بیشتر از اون بعد نمونه، ولی یاد گرفتم یه سه چیزا رو. اگه کسی تو زندگیم بود حداقل توی این زمینه من خیلی زیاد خیلی راحت بود که میرسم خونه غذا آماده است، حداقل یا اصلا نه غذا آماده نباشه، فقط دو نفره با هم یه کاری داریم انجام میدیم، ذهنمون درگیر یه دونه کار خونه نیستش، میگم آقا من امروز سر کارم، تو این کارو انجام بده، فرداش مثلا میگم تو برو سر کار، من این کارو انجام میدم. یعنی هر دو صورتش هم وجود داره، این دو نفر شاغل باشن یه نفر شاغل باشه هستش، که دو نفر شاغل بودن رو به همه پیشنهاد میکنم، چون واقعا زندگی سخت شده، چه تو ایران چه تو اینجا، واقعا تو هر کشور دیگه هم فکر کنم اونجوری باشه، آلمان هم اینطوری باشه، نه بعد دو نفر کار بکنن که زندگی بچرخه بتونن برن جلو، چه پارتنری چه متأهلی ازدواج کنید با هم دیگه. این داستان هست و من دوستانی دیدم که اینجا با پارتنر اومدن و روششون واقعا، حالا از نظر دیتا و اطلاعات نمیتونم بگم چون میدونم اطلاعاتشون خیلی زیاد نیست، ولی از نظر سبک زندگی و رفاه زندگیشون چند برابر من بوده، چون با هم دیگه کار انجام میدن، هم فکری میکردن، دقیقا من همه چی انفرادی تصمیم گیری کردم، از کارام، از پیشرفتام، از همین سبک ضبطام و ویدیوام و همینید که همش خودم دارم انجام میدم، یه باریه دیگه. ولی یه پارتنر باشه یه نظری هم میده، همون نظره باعث میشه جرقه ای بخوره تو ذهن دیگه، آقا این شکلی هم میتونم برم جلو، اینم بگیرم از دیدگاه فلانی، این اینجوریه اونم انجام بدم. حالا شما اگه بخواید یه پارتنر مهاجرت انتخاب کنید معیارتون چیه؟ یعنی پارتنرت واسه فقط مهاجرت انتخاب می‌کنید یا نه موقت طولانی مدت مثلا چه جوری اینجوری بگید؟
یه تا با دیتیل. من از تجربه های خودم میخوام استفاده کنم. من تجربه مهاجرت دیگه با پارتنرم هم داشتم و میدونم حالا همون سختی هایی که گفتم و حتی مزایایی هم که داشته میتونم در مورد صحبت کنم. اگه بخوام از تجربه خودم بگم، همه چیزایی که گفتید دقیقاً درسته. یعنی توی انجام دادن کارهای اداری باز حتی یه سری چیزا به ویژگی‌های شخصیتی ما برمیگرده. من نمیتونم یه سری کارهای اداری رو خوب انجام بدم، پارتنرم میتونه، اون قبول میکنه اون قسمت از کار رو خوب انجام بده. خب من کارهای خونه رو میتونم انجام بدم، من اینا رو انجام میدم. یعنی این تقسیم کاره واقعا کمک میکنه که کارو خوب جلو بره. اما اگه الان بخوام در شرایط حال حاضر پارتنر داشته باشم، این که هدفش برای چند سال آینده چیه خیلی مهمه. میخواد بمونه اینجا، میخواد بره، هدف مهاجرت دوم داره، کجا میخواد بره، اینا واقعا مهمه. حالا بگیم مشترک واقعا، آره، این که بگیم جلو بریم ببینیم چی میشه، نه اصلا نمیشه اینطوری، چون به هر دو طرف آسیب میزنه. پس من کسی رو انتخاب میکنم که تو مسیر آینده با من هم مسیر باشه و خب این هم مسیر بودن باز دوباره باعث میشه که کمک کنیم به هم دیگه. من میخوام مثلا زبان اون کشور دومی که میخوام برم و بخونم، خب اونم میخواد بخونه، توی مسیر میتونیم با هم دیگه باشیم. من میخوام کارهای اقامتی بعدی مو انجام بدم، اونم میتونه توی مسیر به من کمک کنه. ولی خب اگه مسیرها مجزا باشه قطعا یه جاهایی ممکنه با هم دیگه به مشکل بخوریم، اما بازم سلایق متفاوته. ممکنه بعضی از افراد دوست داشته باشن توی تایم کوتاه با هم دیگه باشن و از اول رابطه این صحبت رو با هم دیگه داشته باشن که ما توی این تایم کوتاهی که هستیم میخوایم یه شناخت از هم داشته باشیم و فقط توی این تایم با هم دیگه باشیم. فکر میکنم اون صداقتی که اول رابطه داشته باشن خیلی مهمتره و برای هر فرد واقعا متفاوته. نمیشه یه نسخه کلی بپیچیم که حتما این کار رو انجام بدی درست. نه، ما نظرات خودمون رو بیشتر داریم و چیزی که تجربه کردیم بگن، تصمیم گیری با خود دوستانی که میخوان چه جوری زندگی بکنن. حالا برگردیم دوباره به اول ویدیو، همون در مورد تور و این جور چیزا که گفتم. خب ببین، تو این افراد خیلی آدمای مختلفی توشون هستن، همه جور هستش. یعنی تو املاکی هستش، توی تور هستش، توی همین خیابون استقلال که میگردید ما انشالله فراوون ریخته که همه جوره سرتون کلا میذارن، نزدیک میشن بهتون، ارتباط میگیرن، بریم فلان جا، یه کلاب میرن، یه فلان مامان. حالا روابط کوتاه مدت یک روزه است، حالا حدودا مثلا میگه یه هفته، حالا بیشتر از اون نیستش. طرف رو نمیشناسید، نمیدونید چی کار است، واقعا چجوری بهش اعتماد بکنید. میاد نزدیک میشید و یه دفعه میبینید فلان قد پول داشتید رفت، نمیتونید ثابت کنید، نه شکایتی میتونید بکنید. هزار تا داستان دیگه هم هستش. یعنی توی مهاجرت خیلی احتیاط کنید در مورد این جور آدما. یعنی فکر نکنید پارتنرای کوتاه مدت یک روزه اینا هم خیلی قابل اعتماده. حالا هستن آدمای درست درمون میتونید پیدا بکنید، ولی باز من خودم پیشنهاد نمیکنم همچین چیز سبکایی. توی پارتنرم اینم بهتون بگم، طرفو باید واقعا بشناسید. اگه میخواهید وارد رابطه بشید، میخواهید تو خونتون رو راش بدید یا برید خونهشون، یه حس امنیتی داشته باشید واسه خودتون. یکی از دوستان بود چند سال پیش، قبل اینکه من بیام ترکیه، این موضوع با من گفتن. ویدیو دریاجون که مثلا توی دبی گرفتیم با هم دیگه، این دوستمون که گالری داره مثلا یکی از آشناهاش توی ترکیه بود، با یه دختر دوست میشه، دختر ترکیه، و اینو با هم دیگه یک دو سال با هم بودن، اوکی بود. بعد دختر یه روز یه کیفی به این میده، میگه این کیف رو به فلان آدرس برسون. خب مثلا من به شما خیلی اعتماد دارم، شما این کیف رو به من میدید، من دیگه باز نمیکنم، میگه وسایل شخصی من، لباسام فلان، باز نمیکنم 100%، میبرم تحویل میدم. برداشته اینجوری کیفر برده تحویل بده به آدرس، نگو دختره این پی که مواد فروشه میگن کوریه، آره کوریه مثلا چیز مواد مخدر، حالا اسمش نمیتونم بگم چون دوربر ترک هستن اینجوری چشا برمیگردن دروش میشه. بعد بنده خدا رو میگیرن 5 سال واسه زندان میبرن، بعد دخترم غیب میشه اصلا هیچ. یعنی همچین آدمایی هم ممکنه وجود داشته باشه. همون روز اول هم نمیاد که خودشو بعد مشخص نکرده، بعد یکی دو سال خودشو مشخص کرده، فکرم خسته شده از سر رفت، گفته چجوری دکش کنم بره. حالا میگیم میخندی، ولی واقعا درد. 5 سال از عمرش رفته توی کشور غریب، بعد اون 5 سال معلوم نیست چیکارش کنن، دیپورتش میکنن، نگرش میدارن، هزار تا مسئله است. بعد سوی پیشینه داره، هیچ جاش کار نمیدن. آره، بعد هیچ کشوری نمیتونه بره. این راهی مهاجرتی بعدیش هم بسته میشه. یعنی با یه اشتباه، با یه اعتماد بیجا باعث میشه مثلا این اتفاقات بیفته. حتی پارتنرم پیدا کرد تو خارج خیلی رو کرو اساسا ناراحت بشه. واقعا ناراحت شدن طرف اینقدر مهم نباشه. من خودم شخصا خیلی تجربه کردم با خیلی از دوستام، من جامعه دوستام بیشتر دختره تا پسر،
صحبت که میکنیم مثلا بعد مدتی میبینیم که خیلی راحت هضم میشیم مثلا از زندگیشون. آقا من نه فازی رود دارم نه برنامه‌ای دارم و چرا اینقدر راحت دارم هضم میشم؟ خب این یعنی اینکه آدما راحت هم دیگه رو هضم میکنن. خب منم یاد گرفتم منم الان راحت دارم هضم میکنم. کسی رو اعصابم باشه بهم توهین بکنه، اصلا اون رفتارش باعث میشه اذیتم بکنه، اعتماد میکنم مثلا بهش، کیفو باز میکنم نگاه میکنم ناراحت شد بره هضمش، منم هضمش میکنم. خب سر این واقعا دارم توصیه دوستان و برادران رو میکنم، من خودم اینقدر مثلا تجربه داشتم بابت هضم شدنم، ناراحت نباشه هضم بشه، مثلا هضمتون کنه چیزی از دست نمیده، مثلا صمیمیترین آدم تو زندگیتون باشه هضمتون کنه چیزی از دست نمیدید، ولی اتفاقی واسهتون بیفته اون وسط هیچ کی پشتتون وای نمیسته، خودتون و خودت. بعد همون دوستای دوربرم که یه ذره با هم صمیمی بودید همونا هم فید میشن میرن. تو زندگی کلا خودتونید، اینو واقعا از من به یادگار داشته باشید. اگه حواستون به خودتون نباشه هیچ کسی حواسشون بهتون نیست، یعنی حواسش بهتون نیست. جمله بندی خود اینقدر ترکی پارتی حرف میزنه قاطی شده دیگه. و تو اول رابطه واقعا مشخص کنید هدفتون از اون رابطه چیه. من خودم با شخصی بخوام وارد رابطه بشم این موقع هدف من طولانی مدت نیست، یا هدف من طولانی مدته، معیار من اینه، اینو میخوام این رفتار واسه من جذاب نیست، نمیم بگم بدم میاد یا فلان، فقط میتونم بهش بگم که اینه واسه من جذاب نیست. طرف یه بار انجامه، دو بار انجامه، سه بار حذف میشه، اصلا نمیذارم به خودم توهین بشه. این داستانم توی پیدا کردن پارتنرم با در نظر داشته باشم. من تجربه شخصیمو گفتم، شما هم حالا میتونید از تجربه خودتون بگید، یا اگه نکته چیزی بود توی کامنت حتما واسه هم بگید. قطعا شما هم تجربه های بدی داشتید یا در مورد شنیدید، اگه فکر میکنید این تجربه ها میتونه به بقیه هم کمک کنه حتما توی کامنت ها بنویسید که بقیه هم بتونن استفاده. واقعا خصاصت نکنید، یه سری تجربه تو انتقال بدید. یعنی من واقعا دوستام اصلا میان ما تو یوتیوب دیدیم و اون موضوعی بود اینجوری فلان، خب بگیم بعد میاد همونجا تو روی با من میگه خب مینوشتیم پایین، خب نروم نشد فلان، اون تو یه اکانت فیک باز میکنه تو خب مینوشتی، بنویس واقعا دوستان استفاده بکنن. آره که رفت این کارم که ما فکر میکنیم اینا خیلی چیزای کوچیکی باشه ولی واقعا میتونه حتی به یک نفرم کمک کنه، فکر میکنم کافی باشه. چند وقت پیش یه دختر خودکشی کرد اینجا سر همین پارتنرش بود، ایرانی هم بود، از طبقه هم چندا خودش پرت که خوانه، حالا تو رسانه ها زیاد چیز نکردن، ولی خب خیلی من خودم ناراحت شدم چرا مثلا باید اینقدر تحت فشار باشه طرف که خودکشی کنه. شاید مثلا همین پیشنهاداتون رو مینوشید، نظرتون رو میگفتید، مثلا اینجوری طرف میمد میخوند، نمیگم زیر این پست، ما تازه داریم منتشر میکنیم، زیر پست های دیگه میمد میخوند. من خودم خیلی مواقع پیش اومده حالم بد باشه، میرم تو یوتیوب میچرخم، مثلا ویدیو بلاگرای دیگه یوتیوبرای دیگه نگاه میکنم، خب یه ذره مثلا تو اون موضوعی که حالم بده مثلا یه دفعه ناخودآگاهم سرچ میکنه، بعد یه سری موضوعات میاد، بعد اینه چقدر خوب دارم حالتو سر جاش میارم. و راه حلشون همون انرژی مثبتی که توی ویدیو داد، من واقعا مینوشتم دمتون میگم واقعا حالم خیلی خوب شد. یعنی من اینجا چیز نیستم که مثلا میگم بچه پیغمبرم هیچ وقت حالم بد نمیشه، واقعا هم خیلی مواقع پیش میاد که آدم برای خاطر غربت تحت فشار هزار تا آدمی کلاش کلاوردا تو اینجا دارن زندگی میکنن، آدم باید از اونها یه خورده دوری بکنه، همچین مسائلی پیش میاد که حالم هم بد میشه واقعا، با این آدما درگیریم، هی داریم چیزای تکراری تکرار میکنیم و مودمون میفته، و با یه ویدیو یا یه شخص دیگه حالا اون برمیگرده به جای اصلیش، اون انرژی مثبت رو میگیریم، دوباره قوت میگیریم، شروع میکنیم کار کردن. من خودم میرم کامنت انرژی مثبت میذارم واسه شون، تشکر میکنم، یا چیزی میبینم تجربه مینویسم. توی یه دونه ویدیو اینستاگرام دیروز دیدم درباره کار عکاسی فیلم برداری بود، طرف میگفت چرا فایل های عکس ها رو آتلیه دارا نمیدن. خب اون سرمایه اونه، مگه میتونه اونو به تعویض بده؟ میگه نه فلان این دزدیه فلان. اومدم مثلا جوابشو قشنگ با حوصله نوشتم، نه اینجوریه. خب بعد توضیح بده دیگه، بعد این چقدر کمک میکنه به اون آتلیه دار، به اون صاحب پیج، خود اون طرف اطلاعاتش میره بالا، میگه آقا خب دلیلش اینا بوده اینجوری شده. خصاصت نکنیم، در کلی بنویسیم. این همه گفتم که بنویسید، کامنت بنویسید، سوال چیزی بود توی کامنت ها بنویسید. از این ویدیو یعنی تو این موضوع چند تا دیگه هم ضبط میکنم، نظرات دوستان دیگه هم میذارم که اطلاعات اونا هم داشته باشیم، ببینیم نظر اونا چیه. شما هم نظرتون حتما بنویسید که خیلی مفید و کاربردیه. مرسی، تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ. خدا نگهدار.